امید مماریان آمریکا و تحلیلگر سیاسی از دیترویت هم برای هستند آی مماریان دقایقی پیش سناتور میچ مکانل هم یک بیانیه صادر کرده و گفته که رهگیری موشک ها و پهبات ها چند لحظه قبل از رسیدنشون به غیر نظامیان در اسرائیل یا پرسنل های آمریکایی در دریای سرخ کافی نیستش زمان اون فرار رسیده که انبار مهمات حیاتی اسرائیل رو دوباره خور بکنیم و زمان اون رسیده که معمار برجسته ترور در جهان و نمایندگان اونها رو با عواقب شدیدی روبرو بکنیم از مکانل و در واقع نگاهی که داره آگاه هستیم اما فکر میکنید چقدر این نگاه با توجه به فضای انتخاباتی و احتمالاتی که وجود داره میتونه فضای قالب در آمریکا بشه فضای قاله در آمریکا هست اه. یعنی یکی از دلایلیه که دولت اسرائیل در واقع در طی ماه‌های گذشته به توصیه های دولت آمریکا در سال انتخابات گوش نداده یا به حال همراهی کمتری در خصوص اینکه از نظر استراتژیک در خصوص پیشبرد جنگ به حال یک سری اقدامات رو انجام بده این بوده که میدونسته که در سال انتخابات در چند ماه قبل از انتخابات آمریکا اهرم فشار اتفاقا اسرائیل بیشتر هست تا اینکه دولت آمریکا روی دولت اسرائیل بتونه که به حال فشار بیاره و از این جد از این فضا کاملا استفاده کرده و داره در طی ماه گذشته میبینیم که هم با حماس به حال اون جنگ رو به جایی رسونده که به حال حماس یه قسمت عمده از توان خودش رو دست داده بعد به سمت حزب الله رفتش و الان به سمت ایران اومده و در ایالات متحده هم همونطور هم که آقای مکانر گفتن و بقیه هم امروز در رسانه های آمریکا میدیدم یا در شبکه های توییترش میدیدم که به پیام دادن پیامشون بسیار در همراهی با اسرائیل هستش و در طی چند هفته آینده هم تا قبل از انتخابات آمریکا حداقل این همراهی همچنان به قوت خودش باقی خواهد ماند و این شرایطی است که در ایالات متحده وجود داره و در همراهی با اسرائیل و در کمک کردن به اسرائیل در واقع دو حزب از هم دیگه سعی میکنن سبقت بگیرن و این مسئله هستش که جمهوری اسلامی را با مشکل جدی مواجه میکنه از جهت اینکه به هر حال اگر قرار باشه که این دامنه جنگ دامنه این به هر حال که توسط ایران امروز آغاز شد ادامه پیدا بکنه با پاسخ اسرائیل بعد دوباره ایران میخواد جواب بده ایالات متحده یعنی اراده سیاسی بسیار قوی تری در واشنگتن هستش که در کنار اسرائیل حتی آمریکا حضور داشته باشه در حملات تلافیجانه و از این جهت کار جمهوری اسلامی قطعا دشوار هست و برای بحثه که مطرح میکنه در خصوص اینکه اگر اسرائیل حمله بکنه اگر پاسخ دش... پاسخ پرهزینه بده ما دوباره برمیگردیم و پاسخ شدیدتری خواهیم داد عملا بیشتر گزافه گویی هست لافزنی هست و, و واقعیتی که وجود داره همخوان نیست این خیلی عجیب هستش که بر حال در داخل جمهوری اسلامی افرادی نیستند که بتونن که پیچیدگی های سیاسی وضعیت کنونی در ایالات متحده بتونن توضیح بدن و بگن که چنین اقداماتی در زمینه که وجود داره هزینش به مراتب بیشتر از مثلا شش ماه گذشته است از زمان از حمله ماه آوریل هستش که به حال اسرائیل با یک پاسخ محدودتری به ایران جواب داد ممنونم از شما امید مموریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که ما رو همراهی کرده